موسیقی سنت ایرانی از هزاران سال پیش تا به امروز سینه به سینه در میان مردم ایران جریان داشته و آنچه دلنشین‌تر، ساده‌تر و قابل فهم‌تر بوده امروز در دسترس ما هست. موسیقی همواره معنی خاصی برای ایرانیان داشته و در زمان قدیم حتی پزشکان بیماران خود را با موسیقی ایرانی درمان می‌کردند. موسیقی سنتی ایرانی تأثیر زیادی بر آسیا میانه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و یونان گذاشته و هر کدام از این کشورها و مناطق دارای سهم خود در شکل‌گیری این موسیقی بودند. از موسیقی‌دان‌ها یا به عبارت دیگر نوازندگان موسیقی در ایران، ایران باستان می‌توان به باربد و نکیسا اشاره کرد. امروز در استودیو خبرگزاری ریا نوستی جناب آقای کیوان ساکت نوازنده معروف تار و ستار و دو نفر از اعضای گروه موسیقی وی، آوازخوان سرکار خانم نغمه غلامی و جناب آقای کوشان یغمایی تنبک نواز حضور دارند. سلام علیکم. خوش آمدید. و از اول می‌خواستم فرارسیدنی بهار و عید نوروز را به شما شد باش بگویم و آرزوی موفقیت در سال آینده، سالی که شروع شده، بکنم. خیلی متشکرم. منم به شما و همه کسانی که در این لحظه صدای منو میشنون، همه ایرانیان، همه مردمی که به زبان پارسی آشنایی هستند دارن مثل شما، فرارسیدن دوباره یک بهار دیگر رو تبریک و شاد باش میگم و امیدوارم که برای همه مردم دنیا امسال سالی بهتر از گذشته باشه. هم سال آینده هم این سال، چون از پارسال اگه یادتون باشه نوروز دیگه جشن جهانی شده. بله. که خیلی خوبه. به خاطر ما میتونیم به همه، هم به ملت عزیز ایران، هم به ملت عزیز همه دنیا، روسیه، به همه دنیا میتونیم تبریک بگیم. همینطوره. اونجایی که ما اطلاع داریم، این سفر اولیتون به مسکو و سفر اولین سفر بعد از آغاز سال نو هست. بله. و آیا انتظاراتتون برآورده شد یا نه؟ به هر حال من اولین سفرم هست و آقای یغمایی، ولی سرکار خانم نغمه دومین بار هست که به این شهر زیبا، قدیمی و پر از لطف و زیبایی پا می‌گذارند و من می‌دونید امیدواریم در سفرهای بعدی بتوانیم برای معرفی فرهنگ ایران، برای معرفی موسیقی زیبای ایرانی و معرفی هنرمندان معاصر و به خصوص معرفی خانم های هنرمندی مثل ایشون که در کشور ما از خوندن منع شدن، یعنی صدای زن نمیتواند در اونجا اجرا بشه، بتوانیم این هنرمندان رو در اینجا به شکل بهتری معرفی کنیم، موسیقی ایرانی رو، هنر ایرانی رو، و بتوانیم امکاناتی در اختیار ما گذاشته بشه که بشه یک تور تمام شاد روسیه قسمت هایی که بشه اجرا کرد مثل سن پترزبورگ یا جاهای دیگر رو داشته باشیم و اجراهای متعددی در خود مسکو داشته باشیم. این آرزوی من هست برای سفر بعد. ولی به هر حال متشکرم از همه دست‌اندرکارانی که باعث شد در حقیقت این سفر رو برای ما تدارک دیدن. بله. و زحمت کشیدن، به خصوص خانم مارگاریتا که و دوستان همکارشون که خیلی برای گروه ما در این سفر زحمت کشیدن. اگر اجازه بدید بنده میخواستم از شما خواهش کنم که یه قسمت از برنامه آیندهتون شما اجرا بفرمایید. برنامه کنسرت آینده. کنسرت آینده. چهارشنبه شب. چهارشنبه شب. باشه. مرسی. Thank you.
متشکرم، ممنونم از هنرمندان عزیزی که همراه من هستن. این بخشی از آهنگی بود که روی قسمت اولش رو در حقیقت به خاطر اینکه ما زمان کم داریم، ما یه بخشی از در دستگاه ماهور شروع میشه. اسم آهنگ نگاه هست. شعر این رو یکی از شعرهای معروف ایران که چند سال پیش فوت شد، آقای فریدون مشیری، سرود برای کار من، یعنی من آهنگو بهشون دادم و شعر روش سروده.
و از ماهور شروع میشه و بعد به اصفهان، یعنی مقام اصفهان یا دستگاه اصفهان میاد، آواز اصفهان میاد ببخشید. و اسم این آهنگ نگاه بود، به نگاه و شکرخند ببری دل ما را، ببرش سر و جان هم به فدای تو یارا. و اجازه بدید که من ضمن آرزوی سلامتی و شادی برای همه مردم خوب جهان بگم که درود و افتخار بر همه آن کسانی باد که در راه اشاعه و گسترش فرهنگ و موسیقی و هنر ایرانی گام بردارن. سپاسگزاریم، شما لطف کردید و متشکرم از اینکه شما فرصت پیدا کردید و تشریف آوردید اینجا و امیدوارم که بتونیم شما رو بازم ببینیم. و منم امیدوارم که کسانی که علاقمند هستن به موسیقی ایرانی بیان، چون فکر میکنم یک کنسرت خاصی خواهد بود. از تقریبا در یک کنسرت ما بیشتر دستگاه های ایرانی رو اجرا میکنیم، بیشتر مقام های ایرانی رو اجرا میکنیم و تنوع خوبی داره. فکر میکنم که برای اولین بار هست که این گونه کنسرت با این هیجانی که ما، یعنی هیجان انگیز خواهد بود برای مردم، چون طوری که ما رپرتوار رو چیدیم خیلی خاص شده. به هر حال امیدوارم که هموطنان خودمون و حتی مردم عزیز مسکو و روسیه رو در این کنسرت ملاقات کنیم. حتما، مرسی. متشکرم. منم یک تشکر ویژه داشته باشم از استاد آزادم جناب آقای شجریان که ایشون سالها منت بر من نهادن و منو به شاگردی خودشون قبول کردن. جا داشت که اینجا هم از ایشونم یادی بکنم، تشکر بکنم که هرچی دارم از ایشونه، جناب آقای شجریان و استاد ساکت و یاد اسدی. متشکرم. سپاسگزارم.